سلام دوستان، حالتون چطوره؟ منو که میشناسید محمد حسینم، با کانال آزمایشی خود آزمون در خدمت شما هستم. تو این قسمت یه برنامه جالب دارم، میخواییم براتون تو این قسمت از پوست پرتقال اسانسش رو استخراج کنیم. روش خیلی متنوعی وجود داره که میتونیم عطر و اسانس یک میوه یا یک ماده معطر رو استخراج کنیم. واسه بریم ساختار این ماده چیه؟ این ماده رو چطوری میتونیم از اون مجموعه موادی که همراهشه بیرون بکشیم؟ پوست پرتقال رو میگیرم، یه ذره خردش میکنم، داخل یه ظرف دردار میگذمش، روش الکل اضافه میکنم، الکل اتیلیک، همین الکلی که برای ضدعفونی کردن دست استفاده میشه. و الکل میتونه مواد آروماتیک و دارای عطر که داخل این پوست پرتقال هستن بیرون بکشه. همونطوری که بهتون گفتم، اول پوست پرتقالا رو خرد میکنم و بعدش روی اون الکل اضافه میکنم. الکلی که اینجا اضافه میکنم الکل 96% بهتون گفتم داخلش اون ماده تلخ کننده رو داره، ولی توی عطرش تأثیری نداره. لازم نیست خیلی زیاد باشه، حتما روشو بپوشونه. الکل یه ویژگی داره که توی دمای محیط یه مقدارش تبخیر میشه و دوباره خنک میشه و تقطیر میشه. یعنی اگه در مرور زمان این الکل رو در مجاورت پوست پرتقالا قرار بدیم، به مرور اون مواد عطری و قابل حل در الکل رو بیرون میکشن. فقط کافیه یه ذره این شیشمون رو جابجا کنیم، یک وضعیت نذاریمش. مراقب باشید، حتما از یه ظرف شیشه‌ای استفاده کنید. ظروف پلاستیکی بعضی وقتا یک بوی خاصی دارن. اگر از الکل‌های با درصد پایین‌تر و برای ضدعفونی دست هم استفاده کردین، دقت کنید که اینها خودشون معطر نباشن. بعد از یکی دو روز که این ظرف شیشه‌ای رو تکونش دادم، جابجاش کردم، برعکسش کردم که الکل همه جای پوست پرتقالا رو بگیره، میام محتویاتش رو داخل این ظرف پیرکس خالی می‌کنم. می‌بینید که محتویاتش رنگی شده و نشون میده که یه چیزی رو استخراج کرده. و یه ذرش رو که رو دستم میریزم، میبینم که خیلی چربه و مشخص یک ماده چربی رو استخراج کرده. یه قطرش رو هم روی این دستمال کاغذی میریزم که ببینم چطوری میشه و میبینید که خیلی سریع داره رنگش محو میشه و تبخیر میشه. الکل رو همینجوری که بذارم، یواش یواش حجم این محلول کم میشه. بعد از چند ساعتی که احساس میکنم حجم محلول تقریبا نصف شده، میام باقی اون چیزی که مونده رو اضافه میکنم به این لوله آزمایش شیشه‌ای. روشم لیبل زدم که بدونم چی داخلش دارم. میام یواش یواش با این پیپت محتویات این ظرف رو خالی میکنم توی این لوله آزمایش شیشه‌ای و عطر ما آماده است. اسانسی که استخراج شده میبینید که خیلی زیاده. خب این معنیشی نیست که کل این اسانس، این هنوز الکل داره داخل خودش. بعد یه مدت که گذاشتم بمونه، یه لایه کوچیک بالا تشکیل شده، بینش هم یه لایه است، پایینش هم یه سری رسوبات که اینها ممکنه هر کدومش مواد عطری و اسانسی مختلفی باشه. پایینش فکر میکنم ذرات جامد باشه، ولی اون چیزی که بالای اصلا مشخصه یه چیزه چربیه که احتمالاً همین اسانس پرتقال باشه. میبینید که درش هم یه ذره فشار آورده، یعنی فشار الکل داخل این هستش، یعنی هنوز داخل این الکل داریم. عطرش واقعاً عطر خوشبوییه. اگه بذاریدش یه گوشه‌ای که یه مقدار گرم باشه، اون فضا رو بوی پرتقال و اون اسانس پرتقال میگیره. شاید کسی دوست داشته باشه این کار رو انجام بده. فقط یه سری معایب تو این کار هستش که این رو هم دوست دارم بهتون بگم. دقت کنید این بسته های الکلی که 96% 98% هستن و دارن میفروشن، یه ماده داخلشون اضافه میشه به نام دناتونیوم بنزوات. روی بسته اینها رو نگاه کنید، این ماده رو میبینید. این ماده یه ماده بسیار تلخ هستش که فکر میکنم تلخترین ماده هستش که میتونیم بسازیم. این ماده باعث میشه که الکل شما تلخ میشه. خب دلیلش هم میدونید که چرا الکل رو تلخ میکنن. پس اگه خواستید از این اسانس برای معطر کردن یک ماده خوراکی استفاده کنید، دقت کنید که اون ماده تلخ هنوز داخلشه و باعث بد طعم شدن اون
بالاخره کیک شیرینی اون چیزی که میخواییم بهش عطر رو طعم بدید میشه. و خود همین اسانس پرتقال هم فکر نمی کنم طعم خوبی داشته باشه. بیشتر پیشنهاد می کنم این رو به عنوان یک ماده معطری داخل خونتون نگه دارید، داخل یه ویال کوچیک بریزید، مثل این چیزایی که جلوی ماشین آویزون میکنن. این به مرور اسانس خودش رو آزاد میکنه، چون الکل داره، الکل یواش یواش میپره. خود همین مواد معطری هم که داخلشن، اینها نقطه بخار پایینی دارن، به مرور زمان اینها آزاد میشن و اون محیط رو معطر میکنن. فکر میکنم این آزمایش براتون یه آزمایش خیلی جذاب و جالب بشه. پیشنهاد میکنم این رو تکرار کنید و خودتون هم انجامش بدید.